سفر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان به اسرائیل و تصمیم نهایی اسرائیل در پاسخ دادن به حمله ایران. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا صبح چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد در پی حمله هوایی جمهوری اسلامی در آخر هفته به اسرائیل وارد این کشور شد. بریتانیا از جمله کشورهایی بود که به ارتش اسرائیل کمک کرد تا موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده جمهوری اسلامی به اسرائیل را رهگیری کند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل ورود کامرون را با انتشار تصاویری در شبکه ایکس تایید کرد و نوشت که با کامرون و وزیر خارجه آلمان آنانا بایربوگ گفتگوی گرم داشته است. بایربوگ قبلا گفته بود که در تلاش برای کاهش تنش درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی به اسرائیل سفر کرده است. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا که در اسرائیل به سر می‌برد می‌گوید واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته است به حمله پهپادی و موشکی حکومت ایران پاسخ دهد و او امیدوار است این اقدام به گونه‌ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کامرون که با خبرنگاران در اسرائیل صحبت می کرد گفت معلوم است که اسرائیلی ها تصمیم می گیرند که اقدام کنند. ما امیدواریم که آنها این کار را به گونه ای انجام دهند که تشدید تنش تا حد ممکن کم باشد. او افزود که بریتانیا می خواهد شاهد تحریم های هماهنگ علیه حکومت ایران باشد. کامرون گفت آنها باید یک پیام صریح و روشن توسط G7 دریافت کنند. روز گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که دولت ایالات متحده با رهبران دو حزب کنگره و کشورهای گروه 7 و سایر متحدان برای طراحی پاسخی جامع به عنوان یک راهبرد تلافی جویانه یک پارچه در واکنش به حمله هوایی اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل همکاری می کند. بنابر اعلام کاخ سفید، جک سالیوان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت هدف از این اقدام پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت اقدامات بدخواهانه و بی‌ثبات کننده اش است و بر موضع قاطع ایالات متحده بر تعهد به اقدام همراه با متحدان و شرکای جهانی و همچنین کنگره تأکید کرد. به گفته کاخ سفید، تحریم‌های جدید علیه برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی همراه با تحریم‌های اضافی علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع در راه است و دولت آمریکا پیش بینی می کند کشورهای متحد نیز به سرعت اقدامات تنبیهی خود را دنبال کنند.